سلام امیدوارم حالتون عالی باشه بچه ها از سری ویدیوهای های برگاه های پرونده میخوام امروز درباره یه دو تا برگه خیلی مهم که الان رو روم هست صحبت بکنم درباره این کار دیگه قبلا صحبت کردیم ویدیوش ضبط شده الان بالای تصویر نوتیفیکیشنش میاد میتونین اون ویدیو رو بریم ببینید امروز میخوام درباره این برگه صحبت کنیم که همطور که اسمش مشخصه برگه کارت دارویی و ما ازش استفاده میکنیم که یه جورایی داروهایی که مریض داره رو خلاصه بنویسیم و یه چیز جمع جور کلا و باعث راحتی کار خودمون میشه ما اطلاعاتی که از مریض داریم اولا توی هر شیفتی که میخواد باشه توی کاردکس یعنی اگه رفتین شیفت تحویل گرفتین کاردکس مریض رو برمیدارین همه اطلاعات توی کاردکس هست و حالا اگر قرار باشه تبزی داشته باشه اگر درخواست مشاوره داشته باشه دارو داشته باشه هر چیزی ولی ما درباره کارت داروی وقتی میخوایم صحبت بکنیم فقط درباره داروها میخوایم حرف بزنیم اولین کاری که تو هر شیفت ما باید انجام بدیم اینه که اطلاعاتی که تو کارت دارویی نوشته شده یعنی داروهایی که مریض داره رو با کاردکس میاییم بررسی میکنیم اگر یکی بود که هیچ اگه یکی نبود میاییم اطلاعات رو وارد میکنیم شما تصور کنید مریض تازه آمده بستری شده ما میخوایم واسهش کارت دارویی بنویسیم برای نوشتن هم خب اول با داروهای شروع میکنیم که تزریقی هستند بعد داروهای خوراکی و غیره مثلا تو این کاردکسی که ما داریم اینجا نوشته اولی یه سرم نوشته که خب ما با سرم کار نداریم جدا داروها نیست بعد از سرم نوشته آمپول جنتامایسین دوزش رو نوشته راه مصرفش رو نوشته و اون ساعاتی که قرار این دارو به بیمار داده بشه من میام اینو وارد کارت دارو میکنم همینی که اینجا هست رو مینویسم مینویسم آمپول جنتامایسین دوزی که اردر شده رو مینویسم نحوه مصرفشم که آی وی مینویسم ساعت مصرفشم دوبار در روزه من مثلا مینویسم ده و بیست و دو. یعنی ساعت ده صبح و مثلا ده شب دارو دومی که داریم اینجا کفلینه همینجا می نویسمش دوباره دوزش که اینجا نوشته دو گرم رو اینجا وارد می کنم نحوه تزریقش هم آی وی هست و تی دی اس من می نویسم شش دو و ده این ساعتی که من اینجا می نویسم بستگی به بیمارستان و بخشی که توش کار می داره هر جایی سیاست دارو دادنش و اون تایم دارو دادن ها متفاوته داروی بعدی هم که داشتیم آپوتل بود که من می نویسم یک گرم می گیره بیمار آیوی هست روش استفادهش و تی دی اس می گیره. یعنی همون 6, دو و 10 اطلاعاتی هم اینجا داره که اسم بیمار و بخش و تخت هست که خب از اینا فقط اسم بیمار خیلی مهمه و تخت بیمار این پایین هم اسم پرستارش رو باید بنویسین یعنی خودتون و نام پزشک رو این نام پرستار اکثر نمی نویسن چرا؟ چون این کارت دارویی واسه چند تا شیفته و هر شیفتی خب برحال یه پرستار متفاوتی میاد و زیاد این دوتا لازم نیست ولی نام پزشک باز حالا اهمیتش از این یکی بیشتره این قسمت تاریخ شروع هم خیلی مهمه شما توی این نقطه هایی که در واقع روبروی دارو هست میاین تاریخ شروع این داروها رو می نویسین می نویسین که از کی این دارو واسه مریضتون شروع شده خب امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه اگه مفید بوده همین الان ویدیو رو لایک بکنید توی قسمت کامنت ها اگه سوالی درباره این دو تا داری نظرم بپرسین قول میدم سوالاتتون رو جواب بدم مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین مواظب خودتون باشین تا ویدیو بعدی خداحافظ